آلمان برای گذر از زمستان به خوبی مجهز شده ایم. وزیر اقتصاد آلمان از اقدامات گوناگون برای مهار قیمت بالای انرژی خبر داد. او گفت که مخازن ذخیره گاز پر شدند و در زمستان در دسترس خواهد بود. رابرت هابک آرامش، احتیاط و تجربه صدر اعظم آلمان را در گذار از بحران‌ها ستود. رابرت هابک وزیر اقتصاد آلمان از حزب سبزها در رابطه با مهار قیمت انرژی گفته است که برای این کار لازم است یک اثر کاهشی در بازار اقتصادی ایجاد شود. هابک افزود که مسئله فقط کاهش اثرات گرانی نیست، بلکه از بین بردن علل آن است. وزیر اقتصاد آلمان کشورش را برای گذار از فصل زمستان به خوبی مجهز و آماده می‌بیند. او گفت که در این فاصله مخازن ذخیره گاز به خوبی پر شدند و افزود که این گاز از بازار خارج نخواهد شد، اما در زمستان در دسترس خواهد بود. اولاف شولز صدر اعظم آلمان از روبرت هابک در برابر انتقادهایی که از حزب خود متوجه اوست دفاع کرد. وزیر اقتصاد تاکید کرد چه خوب است که اولاف شولز این دولت را رهبری می‌کند. هابک در مورد ویژگی‌های اولاف شولز صدر اعظم آلمان گفت با تجربه‌ای که او دارد، با احتیاطی که به خرج می‌دهد و با آرامشی که در اوست، این کشور را در گذار از مراحل بحرانی رهبری می‌کند و من خوشحالم که چنین است. ایران آماده کمک برای حل اوضاع پیرامون نیروگاه اتمی اوکراین است. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران پس از گفتگو با سرگئی لاوروف همتای روس خود در یک نشست خبری اعلام کرد تهران آماده کمک برای حل و فصل اوضاع پیرامون نیروگاه اتمی زاپروژیا است. وزیر خارجه ایران همچنین گفت ما معتقدیم که باید از همه گزینه‌های موجود برای خروج از این وضعیت در اطراف نیروگاه استفاده کرد و در این راستا جمهوری اسلامی ایران یکی از بازیگران کلیدی در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است و آماده ارائه هر گونه کمک برای تضمین صلح و آرامش در طرح انرژی هسته‌ای و در قلمروی مجاور این نیروگاه است. نیروگاه اتمی زاپروژیا اوکراین تحت کنترل نیروهای روسیه است. ارتش اوکراین به طور مرتب توسط نیروهای مسلح خود که از توپخانه سنگین، پهپادها و سیستم‌های راکتی استفاده می‌کنند، این نیروگاه را گلوله باران می‌کند. در بیشتر موارد سیستم‌های پدافند هوایی حملات را دفع کردند، اما برخی از موشک‌ها به اهداف زیرساختی و منطقه ذخیره‌سازی زباله‌های هسته‌ای برخورد و خطر نشت تشعشع هسته‌ای را ایجاد می‌کند. اوکراین می‌گوید روسیه از این نیروگاه برای حمله به نیروها و مقرهای اوکراینی استفاده می‌کند. زلنسکی خواستار تعطیلی رسانه‌های روسی در سراسر اتحادیه اروپا شد. به نقل از رویترز، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه از اتحادیه اروپا خواست تا تمام کانال‌های تلویزیونی دولتی روسیه را ممنوع کند. زلنسکی همچنین آشکارا خواست تا فعالیت کارمندان رسانه‌های دولتی روسیه در اروپا محدود و ممنوع شود. زلنسکی گفت هیچ پروپاگاندای روسی نباید در قلمروی اتحادیه اروپا بماند. حتی یک شبکه تلویزیونی دولتی روسیه نباید اجازه داشته باشد در قلمروی اتحادیه اروپا به کار خود ادامه دهد. آلمان به دنبال حضور نظامی گسترده در اقیانوس هند است. به نقل از رویترز، وزیر دفاع آلمان اعلام کرده است که این کشور حضور نظامی خود را در اقیانوس هند و اقیانوس آرام با ارسال ناوهای جنگی بیشتر و حضور در رزمایش‌های نظامی گسترش خواهد داد. این مقام آلمانی تصمیم برای گسترش حضور نظامی در آب‌های اقیانوس هند را افزایش تحرکات نیروهای مسلح چین عنوان کرده است. سال گذشته برلین اولین کشتی جنگی خود را پس از تقریباً 20 سال به آب‌های مورد مناقشه دریای چین جنوبی فرستاد و در این ماه 13 هواپیمای نظامی را به تمرینات مشترک در استرالیا اعزام کرد. ژنرال ابرهارد زون وزیر دفاع آلمان گفته است که ارتش آلمان قصد دارد سال آینده نیروهایی را برای شرکت در تمرینات آموزشی به استرالیا بفرستد. زون گفت این گونه می‌خواهیم حضور خود را در منطقه تحکیم کنیم. زون در پاسخ به این سوال که آیا آلمان ممکن است مانند ایالات متحده یک کشتی جنگی را به تنگه تایوان بفرستد گفت که این موضوع حساس است و در بالاترین سطح سیاسی درباره آن تصمیم گیری می شود. او گفت ما نمی خواهیم کسی را با حضور خود تحریک کنیم، بلکه نشانه ای قوی از همبستگی با متحدان ما نشان می دهیم. ما از آزادی دریانوردی و حفظ هنجارهای بین المللی دفاع می کنیم. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.